به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. مسافت تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران 74 سال بعد. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا یا کافا قرار است فردا سه‌شنبه 23 جوزا به مساف ایران برود. این دیدار در شرایط برگزار می شود که بعد از اتفاقات سیاسی در کشور تیم ملی حدود 10 روز پیش با شناختن سرمربی جدید دوباره تشکیل داد و حالا در برابر ایران به رقابت می پردازد. تیم های ملی ایران و افغانستان آخرین بار 74 سال قبل رو در روی هم قرار گرفته بودند. در تاریخ فوتبال ایران و افغانستان تنها دو بار با هم بازی کردند و آن هم در قالب بازی‌های دوستانه با هم رقابت داشتند. اولین بازی ایران و افغانستان در سال 1320 در کابل برگزار شد که با تساوی بدون گل خاتمه یافت. دومین و آخرین بازی دو تیم هم در سال 1328 بود که ایران 4-0 به برد رسیده بود. حالا قرار است سومین تقابل تاریخ دو کشور همسایه در قرقزستان و در قالب تورنمنت کافا انجام شود. این در حالی است که تیم‌های ملی پایه ایران و افغانستان در این سالها بارها با هم دیدار کردند. اما از آخرین رویارویی تیم‌های ملی بزرگسالان دو کشور 74 سال می‌گذرد و حالا فردا بار دیگر این تقابل تکرار می‌شود. تیم ملی کشور روز گذشته اولین بازی خود در تورنمنت کافا را مقابل قرقزستان انجام داد که با نتیجه 1-0 شکست خورد. واکنش ظاهر اخبر به آتش گرفتن خانه اش در پنشیر. ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجکستان طالبان را عامل آتش سوزی در خانه اش در ولایت پنشیر دانسته و گفته است خانه همه ما افغانستان بزرگ امروز در آتش جهل و ستم می سوزد. او صبح امروز در توییت نوشته است طالبان باید بدانند که خانه ها را می توان سوزند. سازه ها ممکن است سقوط کنند، اما روحیه مقاومت در برابر طالب و تروریسم مصمم و تزلزل ناپذیر است. منابع محلی در ولسوالی رخه ولایت پنشیر شام دیروز از وقوع آتش سوزی در خانه متعلق به ظاهر اخبر خبر دادند. به گفته منابع این خانه در منطقه پیاوشت رخه قرار دارد و نظامیان طالبان در آن مستقر هستند. یک منبع می گوید که خانه اخبر دارای 3 طبقه بود که 2 طبقه آن تومه آتش شده است. اخبر نوشته است که این خانه میراث پدرش بود و 25 سال پیش با حمایت باشندگان روستا ساخته شده بود. او افزوده است خانه ممکن است در آتش سوخته شود، اما روح و اراده مردمان آن سرزمین سوختنی نیست. شماری از باغداران در زابل میگویند که محصولات بادام در باغهایشان که تازه به ثمر رسیده افزایش یافته است و امیدوارند محصولاتشان امسال نسبت به سال گذشته بیشتر شود. امسال به دلیل نبود آفتهای طبیعی و بارندگی‌های شدید احتمال افزایش 6 برابری محصولات بادام وجود دارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که از هر 5 کودک در این کشور 1 کودک مشغول کار است. یونیسف دوشنبه با نشر توییت نگاشته است که صرف نظر از هر علت، هدف این نهاد پایان دادن به کار کودکان در همه اشکال است. به گفته یونیسف دلیل کار کودکان در کشور مهاجرت، جدایی از خانواده، جراحات ناشی از مهمات منفجر نشده و ترک تحصیل میباشد. امروز دوشنبه 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. و خبر فوق العاده تکان دهنده که تازه به ما رسید. سخنگوی پلیس طالبان در غور گفته که بر اثر انفجار گلوله آوان در فیروزکو 1 کودک کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر به نقل از عبدالرحمن بدری گزارش داد که این انفجار دوشنبه زمان رویداد که کودکان با گلوله آوان بازی می کردند. به گفته او کودکان زخمی به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت سلامت آنها وخیم گزارش شده است. در رویداد مشابه در پی انفجار ماین در منطقه
کشتوز ولسوالی کامدش سه کودک انگام بازی در کشتزار زخمی شدند. منابع در نورستان و افغانستان انترنشنال گفتند که این سه کودک برای درمان به شفاخانه ولایتی کنر منتقل شدند، اما وضعیت صحی یکی از آنها وخیم گزارش شده است. و در پایان عروسی که به در پی واژگون شدن یک بس عامل مهمانان عروسی یک شنبه 21 جوزا در منطقه شرابسازی استرالیا دست کم 10 نفر جان باخته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها زخمی شده ها به شفاخانه منتقل شدند. مسافران یک شنبه شب در حال بازگشت از یک عروسی در کارخانه شرابسازی بودند که بس آنها در منطقه واین کانتی درایو در نزدیکی دره هانتر در ایالت نیو ساوت ویلز واژگون شد. پلیس گفته که در حال بررسی صحنه این حادثه است. راننده این بس مرد 57 ساله است که توسط پلیس بازداشت شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.